من تمام کسانی که در ارتباط جمهوری اسلامی هستید، هر کس با هر مقامی، با هر قدرتی، با هر درجه دانش و هر درجه اجتماعی، در هر جامعه ای که زندگی می کنید، به ایران سوگند که توان این رو دارم که به ملت ایران و به تاریخ ایران شما رو معرفی کنم. من نام ننگین شما رو به شرف سوگند ننگین خواهم نوشت بر اوراق تاریخ ایران. شما ممکنه که بخندید به حرف هوشنگ. گفتم که مردان بزرگی که در تاریخ منشأ تغییر شدند، در لحظه که شروع کردند زیاد مشخص نبودند. کسانی که منشأ تغییر در جهان شدند مشخص نبودند که چه کسانی هستند، ولی منشأ تغییر شدند و جهان رو تغییر دادند، زیرا از هنر و از گوهر و از فر یزدان و از خرد بهره مند بودند. من شما رو به تاریخ ایران معرفی خواهم کرد. من شما رو به ملت ایران معرفی خواهم کرد. من دست کسانی که عامل بیگانه هستند در جهان باز خواهم کرد. من دست کسانی که در ارتباط جمهوری اسلامی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ رابطه سیاسی هستند، من دست شما رو باز خواهم کرد و من شما رو به تاریخ معرفی می کنم و به ملت ایران. ممکنه که بخندید، اشکال نداره، بخندید، بخندید تا موقع گریه شما هم میرسه، موقع تنهایی شما هم میرسه. هوشنگ رو زیاد تنها گذاشتید. تنهایی هوشنگ از زمانی که فولادوند رفت شروع نشد. تنهایی هوشنگ از زمانی که فولادوند رو شناخت شروع شد. شبها تا صبح من با فولادوند صحبت کردم و تنهایی فولادوند رو هوشنگ ادامه میده. من نصیحت میکنم به مدعیان خرد، من نصیحت میکنم به صاحبان قدرت، من نصیحت میکنم به صاحبان سرمایه، من نصیحت میکنم به عوامل بیگانه، من نصیحت میکنم به رهبران گروه ها و سازمان های سیاسی. من خردمندان و دانشمندان ایران رو نصیحت میکنم که دستتون رو به سمت هوشنگ دراز کنید، و الا گفتم که من انقدر هنر در اختیار دارم که شما رو برای همیشه، چنانچه به جناح ملت ایران باز نگردید، ننگین کنم، زیرا که ملت ایران روزانه زیر فشار بیگانه، زیر کشتار بیگانه. داره جان و مال و ناموسش از بین میره. نشستید تماشا کردید پنج فرزند ایران رو دست و پاشون رو از پشت بریدند. نشستید تماشا کردید، نشستید تماشا میکنید روزانه اعدام ملت ایران رو، گرسنگی و تنفروشی ملت ایران رو. نشستید نگاه میکنید و میگید به ما مربوطی نیست، من شما رو مسئول میکنم. من هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران
شما رو مسئول می کنم، زیرا که شما که توان این رو دارید که ملتی رو از زیر بار ننگ نجات بدید و کنار نشستید و ماست خودتون رو می خورید، مسئول هستید و من شما رو به ملت ایران معرفی می کنم. باور کنید زمانی که من شروع کردم به باز کردن دست شما، زمانی که شروع کردم به دنبال فولادوند گشتن، زمانی که شروع کردم ملت ایران رو متحد کردن به دور آیین ریشه‌ای پدرش، پدریش، ایران سوگند، دیگه نیازی به شما نخواهم داشت. برای اینکه کار ساده باشه، برای اینکه شما در آینده این سرزمین سهیم باشید، من دست کمک به سمت شما دراز کردم، از شما خواستم که در کنار ملت ایران قرار بگیرید. این چندمین باره که من خردمندان این سرزمین رو، رهبران احزاب و گروه های این سرزمین رو مخاطب قرار میدم. دیگه بسه. به ایران سوگند، اگر به من پاسخ مثبت ندید، به تنهایی عمل خواهم کرد و شما نمیدونید که در درون من چه میگذره. شما نمیدونید، نمیدونید که من نخواهم گذاشت شما به آرامی و با آرامش به روش ملت ایران بخندید. نخواهم گذاشت، نخواهم گذاشت که شما تایید کنید جمهوری اسلامی رو در خارج به قول معروف یللی و تللی بپردازید. شما رو معرفی میکنم به ملت ایران، دست شما رو میذارم تو دست ملت ایران و میگم علت تمام بدبختی و دربدری شما ملت ایران کسانی هستند که ادعای خرد میکنن و ادعای رهبری میکنند و ادعای مبارزه میکنند. یک بار دیگه اخطار میدم به همه که تادیر نشده یک راه بیشتر نیست و اون راه هویت ملی ملت ایران هست و یک وارث و یک نماینده بیشتر این سرزمین نداره و اون انجمن پادشاهی ایرانه و پشتوانه این انجمن پادشاهی ایران زندگی و تحقیقات فولادوند، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران ننگ 1400 ساله و فشار 1400 ساله ملت ایران، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران اعلامیه حقوق بشر کوروش، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران عدالت نوشیروان، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران دلاوری بهرام گور و وضعیت اقتصادی ملت ایران در زمان بهرام گور، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران خرد داریوش، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران دلاوری بابک خرم‌دین، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران دلاوری تک درختانی تک پلنگ هایی که روزانه در این سرزمین مورد اصابت گلوله دشمن قرار می گیرند، پشتوانه انجمن پادشاهی ایران فرزندان این سرزمین که روزانه در زندان های ایران به اعدام سپرده می شند. من هشدارم رو دادم، زیاد منتظر شما نخواهم موند. مسئولید که من رو پیدا کنید، مسئولید که برای من پیغام بذارید، مسئولید که یوتیوب رو بگردید و هوشنگ رو پیدا کنید
یک نفر اگر در ارتباط سخنان من قرار میگیره، مسئوله که همه رو با خبر کنه. برمیگردم به دنبال سخنانم.